Hey guys, it's Winnie and you're watching his YouTube channel. Let's go. خب آقا برگشتیم با پارت دوم از فصل دوم بلایند دیت یا همون دیت ناشناس. اول از همه خودتون رو معرفی کنید. مثل همیشه از خانم شروع می‌کنید. سلام، من بهنیا، دانشجوی رشته بازیگری. سلام، من رنلی هستم، رشته کاری مدلینگ. خب رشته تحصیلیتون؟ رشته تحصیلی من مترجمه زبان انگلیسی بوده. ماه تولدتون؟ آبان. فروردین؟ آبان و فروردین. نزدیکه. آره نزدیکه. نزدیک نیستن نه؟ نزدیکه. من نزدیکم. تولدش نزدیکه. تولدم نزدیکه. آن تولدش نزدیکه. خب برونگرایید یا درونگرا؟ خیلی برونگرا. خیلی حرف زنی؟ منظورت نه. نمیتونم نگه دارم، فقط باید بروز بدم. مثلا خوب نیست. رنلی تو چی؟ من درونگرای روبه میانگرا. زیاد حرف نمیزنی؟ زیاد حرف نمیزن، ولی تو جمعایی که دوستان باشن اوکی هم. با برونگرا میسازی یا نه؟ بستگی داره، طرف مقابلم کی باشه. اوکی هم کنم. اوقات فراغتتون کلن با چه چیزی میگذرونید؟ من خودم کلن با کار میکاپ و اکواسی، چون خیلی علاقه دارم بهش. و باشگاه. باشگاه میری بس. شما چی؟ منم که بیشتر درگیر کارم هم و باشگاه و حالا تفریحات دیگه. اگه قرار باشه که طرف مقابلتون توی رابطه همیشه یه قانون رعایت کنه، اون قانون چی میتونه باشه؟ آن تایم باشه. جدی؟ رو تایم حساسی؟ تو چی رندی؟ بخواد یه قانونی رعایت کنه، کنترلگر نباشه. کنترلت نکنه. آره. فروردین یا خیلی بعدشون میاد. خب خط قرمزاتون توی رابطه چیه؟ برای من دروغ خیلی خط قرمزه واقعا. یعنی ترجیح میدم طرف اگر خطایی هم میکنه حقیقت رو بگه، من میبخشم، ولی دروغ هیچ وقت. خط قرمز من تو رابطه اینه که قدردان زحماتم نباشه، حس کافی بودن نده. طرف چه کاری انجام بده توی قرار اول تو کنسلش میکنی؟ بهتم گفتم من خیلی کفش طرفم خیلی مهمه. این اگه ببینم کفشش به استایلش نخوره. یا سر میتونم کفش دو بینم رندی؟ نه بیاد بالا تو دور بیم بیفته اگه بشه. خب اوکی. بله. اوکی خب. دیگه نظر رفتاری هم که زیاد بولد حرف نزنه، همش از خودش تعریف کنه. یعنی هی از خودش حرف بزنه و اصلا مجال نده که طرف حتی بخواد از علایقش صحبت کنه. اینکه تو قرار اول خیلی از کلمه من استفاده کنه، من اینجوری هم، من نمیدونم این کار هم فلان، همون تعریف کردن میشه. زایه ترین کاری که تا الان یه نفر تو قرار اول انجام داده چی بوده؟ خیلی با تلفن حرف میزد. با تلفن زیاد صحبت میکرد؟ خیلی، یعنی هر 5 دقیقه تماس. سوال نمی کنم باش. برم پیش نیومده؟ پیش نیومده؟ نه. یعنی اتفاق خاصی نیفتاده که واسه هم خیلی بولد باشه تو ذهنم. اتفاق بدی نبوده. خوبه. بزرگترین ترست از رابطه چیه؟ اینکه حس ناکافی بودن بگیرم. اینکه حس کنم یک شخص سوم میتونه حس کامل تری بهش بده ولی من نتونم. اینکه اول رابطه با خودت رو راست نباشی، صادق نباشی. گفتی باشگاه میری، چه ورزشی انجام میدی؟ فیتنس. و اینکه یه چند مدتی هم تو کار تیاریکس بودم. خیلی عمالی. شما چی؟ منم بدنسازی فعلا، بعد در کنارش هم والیبال هم بازی میکنم هر از گاهی. البته بیچ والیبال بازی میکنم، والیبال ساحلی خیلی بازی میکنم. حس دوست داشته شدن رو چطوری به طرف مقابلت میدی؟ من خیلی بیان میکنم.
خیلی چون برونگرام، یعنی اگه حتی یک استایلی بزنه که من خیلی ذوق کنم و خوشم بیاد امکان نداره که انقدر تعریف نکنم ازش. از چه استایلی خیلی خوشت میاد؟ کلاسیک باشه مردونه ترجیحاً، و اینکه نمیخوام انتخاب کنم به خاطر اینکه خودم هر نوع سبکی رو میپوشم، خاطر همین امکان داره حتی یک سبک خیلی لش و نمیدونم تیشرت های گله گشادم بدارم بشینه، چون خودم هر سبکی رو میپوشم. بستگی به موقعیتی که میرم داره. سعی میکنم با رفتارم نشون بدم، با عمل، رفتار و عملم، کارهایی که انجام میدم براش در این رابطه. کدوم یکی از ویژگی هات باعث میشه پارتنر بدی باشی؟ خیلی زود جوشم، تا دلیلش هم به خاطر دوست داشتن بیش از حدمه. چون خیلی اولویتم قرار میگیره و چون خیلی رویا پردازی میکنم تو ذهنم، بهترین ها رو همیشه با طرف تجسم کردم و خواستم اگه خلافش پیش بیاد یهو کار صرف تا صد عکس العمل نشون میدم. این میتونه یکی از رفتارهای بدم باشه و خیلی سعی میکنم کنترلش کنم ولی نمیشه. واقعا نمیشه. من متاسفانه ویژگی بعدی که تو خودم دارم اینه که موقع بحث و دعوا به جای اینکه صحبت کنم با طرف مقابل، اگه اون دعوا خیلی شدت بگیره ترجیح میدم صحنه رو ترک کنم. یکی از ویژگی بدمه که اگه بحث خیلی بالا بگیره توضیح نمیدم و خیلی این بده. و باید نشست و صحبت کرد، حلش کرد. اگه دوست داشته باشی یه جمله رو تتو کنی چه جمله ایه؟ خیلی دوستم راجع به خودم باشه و چیزی که همیشه نسبت بهش خیلی گارد دارم و فکر میکنم اینکه افراد خودشون باشن. یعنی دوستم اگه جمله ای مینویسم این باشه که من واقعا خودمم. یعنی اون چیزی که الان میبینی از من، جلدی که میبینی، واقعا خود منه. خاطر همین اینو دوستم تتو کنم. من اول از همه بگم که کلا تتو دوست ندارم. خب بایستی ببینم حتی آکی خب کلا مخالفم، البته سلیقه منه، ممکن خیلی دوست داشته باشم. کلا تا دوست نداری اصلا. خیانت برای شما چه معنی میده؟ به نظر من خیانت یعنی کاری که تو خلوت خودت که وقتی میخوای انجام بدی، اگه به این فکر کنی که طرف تو خلوت خودش این کارو بکنه، این کار تو رو ناراحت کنه، اون کار یعنی خیانت. حالا فرقی نمیکنه، میخواد صحبت کردن باشه، میخواد نگاه بد باشه، حالا حتما چیزای بزرگترش نیست، حتی همون نگاهی که تو فکر کنی پارتنر توی خلوت خودش به یک پسر میخواد اونجوری نگاه کنه و تو حالت بد بشه، خب این خیانت حساب میشه. از اعتماد پارتنر سوء استفاده کردن به نظر من اسمش خیانت. حالا خیانت های دیگه هم داریم ولی خب میخوام میخوام نظرتون رو کلن راجب یه سری مسئله که حالا امروزه خیلی مد شده بدونم، مثلا خرجای خیلی زیادی و انتظارای خیلی زیادی که طرف مقابل چی وایسن؟ مثلا تو باید برام حتما فلان کادر رو بخری توی ولنتاین یا تولدم، مثلا اینو باید برام بگیری، چرا این کارو نکردش و اینجور چیزا. خب خودتون فکر کنم مشاهده کردید دیگه قطعا. خب نظرتون کنم در مورد این موضوع بپرسم. ببین به اصطلاح کسی که بخواد پولکی باشه قطعا باید یه آدمی انتخاب بکنه که بتونه توقعاتش رو برآورده بکنه، درسته؟ نمیتونه خب آدم... یک انتخابی داشته باشه که خب نمیتونه انجام بده، پس اون توقع کلا بیجاست. ولی من چون خودم خیلی آدم بیا با هم بسازی میام، واقعا دوست دارم که اگر حتی اگه طرف تو صفر ترین نقطه خودشه با هم شروع به کار کنیم، یعنی با هم بسازیم که به اون چیزی که میخوایم برسیم. خاطر همین زیاد آدم واقعا پر توقع و بریزه باشی نیستم، خوشم زیاد نمیاد. کلن سادگی و اون دوستی و اون میگن رفاقت تو رابطه خیلی مهمه، اون رفاقت برام خیلی اولویت تره تا اینکه ما تو یک رابطه هستیم. اگه رفیق باشیم خب خیلی بهتره. کاملا موافقم. همه چی به این بستگی به اون درآمد و شغلی که داری، حالا همه چی به اون برمیگرده.
که میخوای برای طرف چقدر ارزش قائل باشی یا نه. خب رسیدیم به بخش بازی شیشه مربا. شما طبق ویدیوهای قبلی 5 تا سوال باید داخل کاغذ بنویسید و بندازید توی شیشه مربا و از بین اون 5 تا 3 تاشو خیلی رندوم برمیدارید و بر کدومش جواب میدید. ولی خب شیشه رو من چیز میکنم، جا به جا میکنم. دوستان خیلی آرومید، خیلی آرومید. حسی که من هم مثلا رفتی توی کافه خیلی با کلاس. مثلا من چون واقعا آرومم، ولی ایشون برونگره میتونه خیلی شیطان باشه. برونگره از خودم میتونه بکشم. من اینجا هرچی هم بگم چی نمیگم، بیولش کنم. خیلی جالبه، من چون خیلی برونگرام حتی سوالایی که می نویسم باز پایینش یه سوال دیگه می نویسم که مطمئنشم حس منو کاملا فهمیده از اون سوال و این خیلی دارکه. معلومه که سوالاش خیلی سخته. دو تا سوال. سوالت سخته؟ نه سواله باید خیلی کلیدی باشه و توضیح بدم. یا خدا. سوال اول چی پرسیده؟ بگو بایدنه چی پرسیده؟ بگو. یک و هفته و دو و این که مشخصه دیگه چقدر دوست دارم. خب من چه بدونم الان؟ از 85 به بالا. آها از 85 به بالا. نمیتونی من اینقدر چه دو تا سوال توی برگه؟ من گفتم دلیلشو. ببین سوالو میخونی برای که کامل تر متوجه بشی عمق مطلب و سوال دوم باید بخونی. حس میکنم گیره یه استاده. میشه کمک کنید؟ خب میخوای بخونم خودم بگو اولش چیه؟ من رابطت با مادر در چه حده؟ آها منظورم این بودش که با مامانت چقدر رفیقی؟ اولویت برات نظرش یا نه؟ راستش رو بخوام بگم خیلی نه، خیلی زیاد با مادرم رفیق نیستم، بیشتر با خواهرم رفیق ترم. ای خب با خانواده رفیقی، حرف میزنی و آره رفیق، ولی نظرش براتون مهمه. مهمه قطعا. یعنی چون من خودم خیلی دقت میکنم به رابطه پارتنرم با خانوم نزدیکی که اطرافشه، حالا میخواد خواهرش یا مادرش باشه، اون احترام برام اولویته. یعنی میخوام ببینم اگر با طرف واقعا اونجوری که جایگاه و لایق مادر و خواهرش هست صحبت میکنه، قطعا هم منو رعایت میکنه. اگه بخواد رعایت نکنه خب چرا باید من اولویتش باشم؟ من که هیچ جای زندگیش نیستم. چی؟ یه چیز نوشته. بگه اون سوالی که گفتی افتخار میکنی اولش چیه؟ به چه چیزت افتخار میکنی؟ این که خیلی رفیقم. حتی تو رفاقت با هم جنس خودم، چه توی رابطه احساسیم، چه با کسی که رفیق همجنس من، یک جوری باهاش رفیقم که همیشه به خودم میام کاش یکی بود مثل خودم برای خودم بود. واقعا خوبه این رفاقت پس زیاده. خیلی. تو رابطه چی از همه بیشتر برات مهمتره، اهمیت داره از نظر ظاهر؟ چی؟ قد برای من خیلی مهم بود. خب که فهمیدم. چه کاری خیلی خوشحالت میکنه؟ از این کادویی های سپرایزی هستن کوچولو هم باشه، ولی فکرشو نکنیم مثلا توی هوای خیلی سردی و ببردید جایی که یه بستنی خیلی خفن خوشمنزه بذاری شده یا اینم بسته. سپرایز واقعا خیلی حال میکنم باشه، حتی کوچولو باشه. یه نمونه شو امروز دیدین یعنی برای خودش یه لپ لپ گرفته بود، شاید بخواهی بشه. خیلی دوست داشتم. غیرت تو چی میبینی؟ غیرت رو تو چی میبینی؟ برای تو چه تعریفی داره؟ غیرت به نظر من به این معنی نیست که حالا مثلا تو نمیدونم یه آدم جنس مخالف
باید بخواد صحبت کنه، حالا پارتنر بخواد سر همچین چیزی بخواد عصبی بشه بگه من غیرتی شدم و اینا، نه. توی چی میبینیش؟ من یه آب بخورم. میخوای من کمکش کنم؟ خیلی گرممه. ببین غیرت واقعا چیزی که من خودم تو خانوادم دیدم و دوست دارم که رعایت بشه. اون پوششه نیست، اون رفتارت با جنس مخالف نیست. غیرت برای من اینه که تو شرایط سخت حس امنیت بده. آفرین، دقیقا. فقط همین خیلی خفن‌تر از اون پوشش هست. خیلی خوب، رسیدیم به بخش مورد علاقه شما، یعنی سفارش غذا، که بریم با همدیگه ببینیم رنلی و بهنیا برای همدیگه چی سفارش دادن. من از اونجایی که خیلی عاشق فست فودم و انقدر توی این مدت فست فود دیدم که واقعا زده شدم، ترجیح میدم که یه غذا ایرانی سفارش بدم. و از اونجایی که ترک کمی کم اسیر رفتار بکنیم، گفته تبریزی سفارش میدم. برای نوشیدنی ترجیح میدم دوغ باشه. سلام، خوبی؟ سلام، مرسی. سفارش رو برای سوژه مقابل انتخاب کردی؟ بله بله. میشه بگی؟ من لوبیا پلو انتخاب می‌کنم. غذا لوبیا پلو. بله. نوشیدنی چی؟ نوشیدنی هم دوغ. دوغ آبلی. آبلی. گازدار، پس چه شربت؟ به به. لوبیا پلو با دوغ آبلی. مرسی. خواهش می‌کنم. 1 2 3 اوه فست فود خوب بهت بچسبه بچه چرا بو نداشت؟ عجیبه. خب نظرتون راجع به سفارشی که دعوت کردی چیه؟ راجع به؟ سفارشی که دعوت کردی توی ضبط که گفتم قبل، چون فست فود خیلی علاقه دارم و الان زده شدم انقدر استفاده شده توی این چند روز اخیر، خیلی خوشحالم که غذای خوب نگی شدم. دوغ داری؟ واقعا دوغ که اصلا عالی. تو هم ولیشون دوغ سفارش دادی؟ دوغ آبلی؟ آبلیشون از تبلیغ میشه. من خیلی خوشنمه. خب نظر راجع به سفارش که دعوت کردی چیه رنگی؟ من خیلی خوشحالم که غذا غذای سنتیه، ایرانیه. آره ایرانیه، چون کلن کمتر پس بود و غذای چرب میخورم و اینکه ممکنه دوغم بیفته. دوغش هم همزد است. چی؟ آره موافقم، خیلی خطرناکه. خیلی خوشمزه است. من خودم دلم اون غذا رو میخواد، چون غذای مورد علاقه رو انتخاب کردم. آره. وای ممکنه چیزی رو لباس هم. خیلی سخته. ما میشه اینجا رو نگیریم؟ روشت خراب نمیشه بهنیا؟ مهم نیست. آفرینت. کدوم ویژگیت باعث میشه که یک نفر تو رو به عنوان پارتنر انتخاب کنه؟ خیلی فانه. زیادی با من خیلی فان میشم، یعنی کلن چون انرژیم خیلی بالاست، اصولا بیشتر اوقات خیلی اکتیوم، یعنی اینجوریه که لطفا بشین دقیقه میشه ساگرد باشی. آره خیلی اکتیوم. من میخواستم این فان بودن رو بگم، ولی الان شاید بگین که من فان نیستم. ولی بستگی به موقعیتی که قرار دارم هستش، که چه آدم هایی دور منم، تو چه جایی هستم، تو چه موقعیتی هستم. این حرفشو ولی خیلی قبول دارم. آدم های درونگرا اتفاقا خیلی بعضی وقتا میتونن کیوت ترین آدمی باشن که تو عمرت دیدی. فقط اون موقعیتش باید قرار بگیرن که اون درونش انگار اون بچه درونش بیدار شه. خیلی کار سختیه ولی خیلی بامزه است. حالا این برنامه رو کسایی که منو میشناسن میبینن، میگن چقدر معنی اینجا آرومه، خجالت میکشه، نمیدونم تو خودش خودش شاید بگن خودش نیست، ولی میگم همه چی بستگی به موقعیت و آدم‌ها داره. آی آبجی چطوری؟ آبجی سوال میخوام ازت بپرسم. چی؟ یه نصیحت بخوای بکنی همسر آینده منو بهش چی میگی؟ همسر آینده تو نصیحت کنم؟ آره بهش چی میگی؟
نمیتونم که هیچ وقت درسته نگهت نداره چون واقعا خیلی دمت گرم واقعا. مرسی آبجی. خدافظ. الو سلام، چطوری؟ خوبی؟ قربونت، مرسی. چی؟ نه نه، یه سوال میخواستم ازت بپرسم. اگه بخوای همسر آیندهمو یه نصیحت بکنی چی بهش میگی؟ همسر آینده تو رو نصیحتش کنم؟ خیلی تنبلی. مرسی. تو کار خونه اصلا کمک نمی کنی، هیچ حساب روش باز نکن. آه آره، اینو باید این سوال گرفتم به رندی، چون هیچ کمکی تو کار خونه من که میدید از سیاه و سفید میدید. دیشب رو داری میگی؟ حالا اونو ولش کن، میشه یه توصیه دیگه بکنیم؟ یه توصیه دیگه بکنم، نصیحت طوری بگم بهش و توصیه کنم بهش. نصیحت طوری باشه. خیلی مهربونه، زنلی واقعا مهربونه. مرسی. یعنی با چیز میاد تو کوزه ازم. خب رسیدیم به بخش سوال پرسیدن در مورد تایپ ظاهری مورد علاقت. تایپ ظاهری مورد علاقت چیه؟ وقتی میگه ورزش میکنم تو استایلش حتی با لباسم مشخص باشه دیگه. یعنی این طرف میگه آره من باشگاه میرم ولی با چیزی نمیبینیم. و این خیلی مهمه برام. و اینکه استایل مثلا نه ببینید اینکه فرم بدن معلوم میشه طرف ورزش کاره، میدونی چی میگم؟ تا اینکه ببخشید شکمه تا اینجا باشه کاملا معلومه دیگه. آره مشخصه. یکی این دومیش این که قد واقعا خب، و از اونجایی که قد براش مهم بود معلوم بود قدشون بلنده دیگه. همین گفتی چند؟ حدس میزنی چند قدش؟ 1.86. 86 بلنده؟ 1.90. 1.90؟ 2 متر. فقط 1.90؟ 1.90؟ 1.95؟ 1.95؟ چند قد قدش؟ دست بلند کنید مهمیده میشه. ببین قد هم اینقدر بلنده میشه. 1.95 دیگه. خود 1.95 رو برده. خب قد چنده؟ من 1.98. دوستان قیافه شده بگیرم. نظرش چیه؟ وقتی میخوای خودتا خیلی چیز نشون بدی؟ من میتونم عادی میخوای نشون بدی؟ خیلی برام مهمه که نچرال باشه. خب بعد قدم که گفته بودم پوسته سفید باشه. بدترین چیزی که طرف مقابل میتونه توی استایلش استفاده کنه چیه؟ شلوار خیلی جذب بپوشه. میدونستم من همین رو میگم. شلوار خیلی جذب، خیلی اصلا نمیشه کلا تو هیچ استایلی این نمیشه. برای من نمیشه. تشیرنلی من میخواستم شلوار رو بگم. شلوار خیلی اسکینیه، بعد با کتونی میپوشن، بعد موشه پاشون هم معلومه. خب بدترین استایل ممکن میتونه باشه به نظر من. ما هر سری یه چی میدیم دستتون که نه چی میدیم دستتون که نه بیه تو اصلا این بود خوب نیستی، تو اصلا این بود رو مود نیستی. خب رسیدیم به بخش جذاب نقاشی کردن هم دیگه. خب ولی این بار میخوام کمکتون کنم. اول از همه به من میگید که شبیه به چه شخصیت کارتونی هستید، یا سریالی یا فیلمی فرق نمی کنه، ولی کارتونی باشه خیلی جذاب داره. میتونی به این بگی بهنیا؟ میویس میتونم نکم. نزدیک ترینش دیگه همینه. ملویس کدوم بود؟ میویس تو کوچر ترانسیلوانیا دختر لولو خان. من خیلی بهم میگن شبیه شخصیت کارتونی دنیسم، اون فرفری جینجر. بچه شو داره میگه. آره. خب خیلی میکشم میره پایین، تموم نمیشه که الان میدونم یه دایره میکشه دوستم اینجوری میکنه.
نداره دقیقاً یک متر و سطح پر شد داره. ببخشید دیگه اگه زشت میکشمت، من واقعا عذرخواهی میکنم، نقاشیم ضعیفه. اصلا مال من طراحی نیست، در همون حده. وای چه بد شد، نمیتونه بکشه با من، با یکی دیگه بگیشم. چی کشه یا؟ سه دو یک که گفتم تختش را سیاتون رو نشون میدید، دور بیمیدید. باشه؟ سه دو یک. نه از خواهی میکنم بابا. بایست رو ببینم. خب بایست جا به جا کنم که ببینید. اوکیه؟ بریم. یک دو سه. چرا سال 91؟ هفته اون. آه هفته؟ خط خطم. نظرتون چیه؟ من مکعبم. شایی بابا لنگ دراز شدم. من انقدر مکعبم. از روی شخصیت تا الان از یک تا ده به همدیگه نمره بدید. یک دو سه. خب بپرسید از هم دیگه. چند دیدی؟ هشت. هشت برای من خیلی عدد کاملیه واقعا. اصلا نمیتونم هیچ نقصی براش پیدا کنم. یعنی بخوام درصد بدم کلا به هر چیزی ربطی نداره. هشت برای من خیلی کامل تر از ده میتونه باشه. کلا از پنج به بالا بخوای رده بندی کنی هشت میشه بهترینش دیگه. حالا به بعدش فرقی میکنه چند. مرسی واقعا. تو چی رنگی؟ من هشت دادم چون به نظر من آدم ها هیچی کامل نیستن و نمیشه تو قرن اول کامل بشنسیش. دقیقا. و نمیشه واقعا ده داد. خب رسیدیم به بازی آره و نه. من قرار سوالاتی بپرسم که فقط جوابشون آره و نه و قراره با این نشون بدن ببینه که بلند بگم و طرف مقابل بفهمه. بریم سراغش. تا حالا از طرف مقابل خوشت اومده؟ خب ایول چرا من ریاکشن میدم؟ به نظر طرف مقابل از تو خوشش اومده؟ تا الان پیش اومده که بخوای دروغ بگی بین حرفات؟ به نظرت حرفای طرف مقابل تا الان توش بلوفی بوده یا دروغی بوده؟ بگم کجا؟ بگو. گفت کمک میکنه تو خونه، اونجا دروغ گفت ولی بلوف نه نبود. دروغ نبود اون شب. چرا دروغ بوده؟ ممکنه یه شبایی خب یه موقعی حالت خوب نباشه. اون توی که رفیق تو فکر کنم همیشه حالت خوب نیست. اشکال ندارم. به نظر طرف مقابل آدم مورد اعتمادیه؟ حاضری با خودت وارد رابطه بشی؟ خب به عشق تو نگاه اول اعتقاد داری؟ خب چرا رومانتیک میباسم جوابات اینطوری که نه. بریم برای برداشتن حریم بینتون و قراره همدیگر رو ببینید. خب تا الان ذوق دارید که ببینید طرف مقابل چه شکلیه؟ آره؟ قاعدت هم بله. خب آره دیگه قطعا. خب بریم سراغش. یک دو سه. های سلام. چطوری؟ خوبی؟ متشکرم. خیلی خوشبختم. همچنین. واقعا شبیه همون شخصیته بودی و باورم نمیشه. کپیش؟ خیلی شبیه داریم.
سن همدیگر رو حدس بزنید حالا که همدیگر دیدید. بیست و سه اینا میخواه بش نگو جدی بش بیست و سه من حدس بزنم همشون بگم سنش رو میخواه بگم بیست و چهار اوه درست حدس زدی؟ آره معمولا درست حدس میزنم سن رو ولی تو درست حدس نزدی بهش میخورد خب بیست و فروردین وارد 28 سالگی میشم درست طرف مقابل تو توی سه کلمه توصیف کن بیبی فیس کلاسیک مردونه تونه باشه خانوم با وقار خب زیبا مرسی ممنون یه چیزی میگم من تعریف میکنه مرسی ممنون تنکیو معروف آره مرام منده خدا یه تنکیو گفته بودش بعد اینکه چه چرا باز کرده بود اینطوری کرده بود گفته بود تنکیو خیلی بامزه بود خدای آره الان که همدیگر دیدید میخوام که امتیاز دهی رو دوباره انجام بدید ولی خب اگه تغییری نکرده امتیاز دهیتون و همونه نیاز نیستش دوباره من حالا برای من همونه برای من هم همونه اوکی خب همون دلیلی که گفتید دیگه آره چون امتیاز بدی نیست واقعا آره امتیاز بالایی همیش هم دیگه نمیشد دیگه اوکی بودید همه که تو تمتون خب رسیدیم به قسمت جذاب و آخر برنامه لایک و دیسلایک از سوژا میخوام بپرسم که به قرار دوم میرن یا نه؟ یک دو سه او چی؟ یه بار دیگه میتونم ببینم؟ اوکی اولین زوجی که به همدیگه لایک دادن شاید باورتون نشه تو این برنامه خدا شکره خدا من تو باشه هم بشی؟ اینجوری؟ من بزن موشم خوب اون باید برشی نه مزم بلن میشد خب مرسی و خب یه رو دیگه هم ببخشید برو برم بیستیم آقا من میخندم نمیتونم خب من بخندم خیلی بخنده خوب اولین بار دقیقا داره اولین بار این من دوستان مرسی تا اینجا ویدیو رو دیدید و اینکه مرسی که انقدر لطف دارید به هم اگه دوست دارید که پارت بعدی رو بگیرم تو کامنت به هم بگید و مرسی تا اینجا ویدیو رو دیدید خدا نگه خب خسته نباشی مرسی شما خسته نباشی مرسی نظر چیه؟ بهت خوش گذشت؟ عالی بود ممنون کدوم ویژگی طرف مقابل تو بیشتر دوست داشتی؟ خجالتی از این خوشت میامد؟ جدی؟ با مزده از خیلی کیو تو من در برونگرا این ریاکشن خیلی جذاب میشه کیوت بود آره کیوت بود واقعا کیوت بود از چیه طرف مقابل؟ بعدت اومد که نتونستی بگی شاید استایل بوده باشه استایل؟ آره یعنی اون شلوارون در اون حد گشادم نباید باشه آره بعد یکم یه کوچولو تنگ تر یکم اگه اسکینی ها خب تاکید میکنم یه کوچولو تنگ تر دلیلت برای لایک چیه؟ دلیلم برای لایک اصلا یه چیز کلی میخوام توضیح بدم وقت هست آره مرسی یکی از دلایلی که من لایک نشون دادم صرفا به این جهت نیستش که الان من از این در خارج بشم با ایشون صد به یقین دیت دوم داریم نه اینطور نیست یکی از دلایلش این بودش که من میخوام اون احترامه و اول از همه برای خودم چون من دارم اینجا قطعا وقت میذارم عوامل دارن زحمت میکشن هیچکی منو زوری نیاورد دیگه درسته و من کاملا عزت قلبی خودم اومدم و اون آدم برای خودش حتماً یه جایگاه و لولی داره که من چرا باید دقیقاً به خاطر احترام چرا باید
دیسلایک نشون بدم، چون امکان داره من آدمو بعدها جایی ببینم، نمیخوام که یک دیدگاه خیلی بدی از من تو ذهنش بمونه که یه دختری بود اومد گفتیم خندیدیم تهش برای چی اصلا. شاید بعدها اصلا آره شاید دوباره بخوام شخصو ببینم، نیازی نیستش که شاید بعدها اصلا اوکی ببینم. اوکی خب به خاطر همین اصلا دوست نداشتم که درسته. اتفاق بیفته. اگه قرار بود برای طرف مقابلت آهنگ میفرستدی اون چه آهنگی بود؟ آهنگ ولنتاین منسکین. ولنتاین منسکین. خب چه انتخاب رمانتیکی. خیلی دوستش دارم اون آهنگو. خب خسته نباشی. بهت خوش گذشت؟ خوب بود؟ چطور بود؟ نظر چیه؟ مرسی از تو و تیم خوبتون. قربونت. خیلی همه چی عالی بود. مرسی. لطف داری. یه سوال میخوام ازت بپرسم. بله. کدوم ویژگی طرف مقابل تو بیشتر دوست داشتی؟ اینکه به اول یه چیز بگم که در مورد یه چیز کلی بخوام در موردش بگم این بود که یه سری از معیارهایی که تو ذهنم بود و اکثرش رو داشت و این باعث شد که یکم لایک بدم. خب از چیه طرف مقابل بعدت اومد که نتونستی بگی تو ویدیو؟ گفتش که یه جا گفتش که زود عصبانی میشه، درسته؟ آره. آره. و این یه ذره مشکل دارم. این که طرف زود از کوره در بره. از کوره در بره. چون من خودم یه ویژگی بدی که داشتم گفتم که موقع بحث و دعوا سریع ترک میکنیم اونجا رو. آره. آدم دعوایی نیستی. دلیلت برای لایک چی بود؟ بکنم جواب سوالتو گفتم. آره یه ذره قبلتر ولی خب قبلتر زود گفتم. اون معیارهایی که مد نظر داشتم و خیلی هاشو داشت. خیلی هاشو داشتش و باعث شد نمره خوب بدم و لایکم. عالی. اگه قرار باشه برای طرف که آهنگ بفرستی خب اسم آهنگ چیه؟ اسم آهنگ بگم چون این موزیکو خیلی دوست دارم واقعا. چیه؟ موزیک وان از اد شیرین. اد شیرین باشه. موزیک وان بود؟ موزیک وان از اد شیرین. خب پس این آهنگو بهش میفرستادی. مرسی جنلی واقعا. مرسی شرکت کردی. قربونت. یه بای بای با دبینما میکنی. خدافظ. مرسی.